عرض سلام به شما بینندگان عزیز، با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون هستم و طبق همیشه براتون آرزوی سلامتی و تندرستی میکنم. خیلی متشکرم از همه شما عزیزانی که این زحمت رو میدین به خودتون و از طرق مختلف از این برنامه ها قدردانی میکنید، سوال میفرستین و پیام های خیلی پر انرژی و خوبی را برای بنده میفرستید. واقعا جای افتخار داره که با همدیگه تونستیم این همه برنامه در رابطه با سلامتی، اون هم از طرق خیلی سالم و مؤثر تهیه بکنیم و این خواست و این علاقمندی شما به این برنامه بود که بنده تونستم تا اینجا ادامه بدم و خوشبختانه آمار و ریت بینندگان برنامه چه در خود تلویزیون یا در کانال تلگرام تلویزیون ایران فردا که خیلی بالاست، در یوتیوب خود تلویزیون ایران فردا و همچنین در یوتیوب و تلگرام خود بنده خیلی باعث افتخاره که یکی از پربیننده ترین برنامه ها شده. منبع اصلی برنامه های ما تلگرام و یوتیوب هست و از اینکه در اینستاگرام هم همه رو نمیذاریم به هر حال ببخشید، همه دسترسی داریم به تلگرام و یوتیوب و امیدوارم که از اون طریق بتونیم برنامه های کامل رو ببینید، چرا که در اینستاگرام فیلم های کوتاه رو باید شیر کنیم و اون به طور کامل نمیتونه توضیحات کافی رو ارائه بده. خب در این برنامه به سری از پیام ها و سوالات شما عزیزان پاسخ میدم. پیام های خیلی زیادی در رابطه با تشکر و قدرانی میاد که اونا رو بنده هم تمام سعیم میکنم که با ارائه برنامه های با کیفیت بالا و بر مبنای شواهد علمی بتونیم با همدیگه زندگی سالمی را برای همه هموطنان در سراسر دنیا و سایر کشورهای عزیزی که زبان فارسی رو بلدن تهیه بکنم و خوشبختانه در چند ماه اخیر یه سری برنامه را سابتایتل انگلیسی هم کردیم که در یوتیوب ما میتونیم با اونها دسترسی پیدا بکنید. خب همونجوری که گفتم پیام زیادی برای تشکر اومده، یکی از این دو تا از اونها رو میخونم. یه دوست عزیزی گفتن سلام دکتر جان، ممنون از وقتی که صرف میکنید و ویدیو و حرکات و نرمش هایی که آموزش میدهید، آیا میشه لطف کنید و چند حرکت و نرمش برای اصلاح گودی کمر آموزش بدهید؟ نرمش های فوق العاده و مؤثر و مفید و من واقعا با انجامشون احساس بهتر و انعطافی بیشتری در بدنم میکنم. تندرست و پایدار باشید. خیلی ممنون دوست عزیز برای کامنت شما و امیدوارم که اونها رو همچنان ادامه بدین. برای گودی کمر یکی دو تا از بینندگان دیگه هم پرسیدن، حتما یه برنامه در آینده ارائه خواهم داد، ولی تا موقع شما تمرین های کمردرد ما رو انجام بدین. این تمرین های کمردرد برای دیسک کمر خوبم، برای سیاتیک خوبم، برای گفتگی مایچه کمر خوبم، برای عرضم بزرگتون گودی کمر خوبم. دو سه تا از تمرین هاشون که مخصوصا فشار میدی کمر تو به پایین و نگه میداری و یا فشار میدی شل میکنی، اینا خیلی مؤثرن. ولی گودی کمر بایستی بر مبنای مشکل هر شخص در واقع برنامه خاصی برای اون تهیه بشه و توسط همکاران فیزیوتراپیست به شما داده بشه، که در صورت دسترسی توصیه میکنم بریم پیش همکاران فیزیوتراپیست که ببینن آیا این مسئله ژنتیکه یا به خاطر کار شما و مشکلات ثانوی به وجود اومده. ولی تا اون موقع حتما برنامه های کمردرد رو انجام بدین که نتیجه خوبی خواهید گرفت. یه بیننده دیگه گفتن عالی عالی، من هنوزم که هنوزه بابت تمرینایی که شما دادید انجام میدم و مشکل گردن و دستم حل شده، ازتون متشکرم. واقعا برنامه شما و پیجتون عالیه عالیه و بابتش متشکرم. خیلی لطف کردین، بنده هم خیلی خوشحالم و افتخار میکنم که اثرات تمرین درمانی رو شما اینقدر جدی گرفتید و خودتون بهش رسیدین. واقعا بدون اغراق میگم شاید در طی این دو سه سال که این رابطه جواب و کامیکیشن با شما بیماران رو ایجاد کردیم، شاید هزاران پیام اومده که در چندین برنامه هم براتون ارائه دادم، همش با مدرک و شواهد هزاران نفر پیام دادن که خوب شدن با این تمرین ها. کسانی بودن که سالها درد و رنج کشیدن و مشکلات زیادی را داشتن. یه بیننده دیگه گفتم باز ممنونم به خاطر اطلاعات کامل و مفیدتون، امروز با دیدن ویدیو شما انرژیم برای انجام دادن تمرینات 100 برابر شد.
خیلی خوشحالم که شما عزیزان این ویدیو رو در یوتیوب و جاهای مختلف ادامه میدین و امیدوارم که همچنان انجام بدین تمرین ما. دوستان بایستی تمام عمر ما باید تمرین بکنیم، همینجوری که غذا میخوریم، همینجوری که آب میخوریم، میوه و سبزیجات و غیره برای تغذیه و اینا میخوریم، همینجوری که خواب نیاز داریم، همینجوری که استراحت نیاز داریم، تمرین هم جزوی از نیازهای بدنه و شاید میتونیم بگیم یکی از بهترین و مهمترین نیازهای بدن. پس همیشه تمرین بکنید. یه بیننده دیگه گفتن استاد بیبدیل فیزیوتراپی افتخار ایران و ایرانی که بدون هیچ رنج و استرس و هزینه و ریسک جراحی از درد و ناتوانی هزاران انسان میکاهید. خوشا به حالتون که وجودتون این همه مفید مؤثر سودمند هست. خیلی لطف میکنید، شما همکاران زیادی هستن چه در داخل چه در خارج ایران که مثل بنده به سلامتی شما عزیزان اهمیت میدن و خیلی باعث افتخار هستن. پس بنده تنها نیستم، ولی بازم متشکرم از پیام شما. یه دوست دیگه گفتن سلام آقای دکتر، روز پزشک مبارک باشه. شما نمیتونید تصور کنید که چند تا مریض با آموزش و تمرین هایی که دقیق توضیح داده میشه خوب شدن و مجبور نشدن تو این دوران کرونا به فیزیوتراپی بروند. همه هزینه گران و هم استرس بیمار شدن. به هر حال خداوند انشاءالله شما را برای ما مردم نگه دارد و بهتون سلامتی بدهد. با سپاس بسیار. واقعا از این پیام ها زیاد اومده. از شما بیننده عزیزم متشکرم. بنده نمیتونم چجوری تشکر کنم. همین برنامه ها و تمرین هایی که برای شما ارائه میدم و توصیه هایی که میکنم، امیدوارم که باعث بهبودی زندگی شما بشه. یه نکته ای که در کشور ما متاسفانه اصلا بهش اهمیت داده نمیشه، مسئله بهبود کیفیت زندگی و افزایش طول عمر هست که خیلی حائز اهمیت. در کشورهای غربی صدها مقاله در کنفرانس ها و کنگره های مختلف برای این مسئله افزایش طول عمر و بهبود زندگی ارائه داده میشه که امیدوارم در کشور ما هم توجه بیشتری بشه. در واقع یکی از کدهای اخلاق حرفه‌ای رشته‌های پزشکی اینه که مسئولیت داریم، وظیفه داریم کیفیت زندگی بیماران رو خوب بکنیم. بنده شاید هیچ بیماری نیست بیاد پیش من مطب که علاوه بر درمان اون مچ پا، زانو، کمر، گردن، شونه به مسائل کیفیت زندگی نپردازیم. در واقع اون healthy lifestyle یا اون کیفیت زندگی روزانه باعث افزایش طول عمر میشه. کسی که زانو درد داره، کسی که کمر درد داره، اگه اینو خوب نکنه به خاطر اون فعالیت های ایروبیک و کاردیوواسکولار کم میشه و نمیتونه دوچرخه سواری بکنه، نمیتونه کوهنوردی بکنه، نمیتونه پیاده روی بکنه، از اون ور دچار بیماری فشار خون میشه، از اون ور به خاطر یک زانو درد یه نفر میتونه دیابت بگیره. پس ببینید درمان به موقع و مشکلات دستگاه اسکلت باعث میشه که شما از بیماری های مهمتر جلوگیری بکنید که بیماری نورولوژیک و قلب و عروق هستن. بیننده گفتن سلام دکتر، وقت شما بخیر. من انحراف یا لغزندگی مهره کمر دارم، آیا بدون عمل امکان مداوا هست؟ یعنی با نرمش و فیزیوتراپی مورد سر جایش برمیگرده؟ چون تمام دکترها گفتن باید پلاتین بذاریم. خب ببینید این مشکلیه که در بین عده معدودی از مردم متاسفانه پیش میاد که یک مهره معمولا هم به طرف جلو، به طرف آنتریور، در واقع به طرف شکم میره داخل که در اون اوایل اگه اینو خوب متوجه بشیم و با یه سری تمرین ها میشه اینو خیلی خوب مداوا کرد. در یه سری از شرایط متاسفانه باعث جراحی بشه که اون فیوژن میگن، با پلاتین اینا رو فیکس میکنن که سر جاش بمونه. بنده چون این باعث ارزیابی بشه نمیتونم توصیه برای شما بکنم، بهتره پیش همکار فیزیوتراپیست یا متخصص ارتوپد و غیره برین که رفتین البته گفتن جراحی میخواد، ولی این نکته رو هم توجه داشته باشیم که شما در هر شرایطی از بیماری های ستون فقرات که توصیه جراحی میشه لازمه که بر مبنای شواهد علمی مثل من جمله گایدلاین نایس و غیره که در چند برنامه پیش براتون اجرا کردم بایستی یه سری تمرین های
فیزیوتراپی رو انجام بدین، یه سری سایر متد درمانی فیزیوتراپی رو انجام بدین. اگر خوب نشد دو ماه، شش ماه بعدش میتونید همیشه جراحی بکنید. پس جراحی رو همیشه بذارید بعد از یک دوره تمرین درمانی فیزیوتراپی یا سایر تکنیک های فیزیوتراپی. هیچ وقت برای جراحی اینجور مشکلات دستگاه اسکلت با 4 ماه یا 6 ماه شما مشکل چندانی نخواهید داشت. پس تمام گایدلاین ها توصیه کردن که شما برای اینجور مواقع که به جراحی توصیه میشین اول برین یک دوره فیزیوتراپی، منتها نه اون فیزیوتراپی که برق و مدالتی و اولتراساوند بذارن برای شما یا لیزر و شاکفر و اینا. اینا اینجور مشکلات رو خوب نمی کنن. یکی از متدهای فیزیوتراپی که برای این حرکت مهره به جلو حائز اهمیت، تصحیح پاسچر و فرم بدن شماست، و یکی هم یه سری تمرین های مناسب بر مبنای اون شرایط مهره که در چه جهت کدوم مهره هست، در کجای کمر بسکی داره باشه، که اینا خیلی حائز اهمیت هست. یک بیننده دیگه گفتن سلام آقای محمدزاده بزرگوار، خیلی لطف میکنید و این برنامه رو تهیه میفرمایید. من یک سال قبل عمل جراحی مغز انجام دادم و بعد از عمل طرف چپ بدنم درگیر شده، هم دست و هم پام. به نظرتون آیا میشود برایم کاری انجام داد؟ چون هم فیزیوتراپی انجام دادم و هم کار درمانی میروم ولی نتیجه خوبی رو نگرفتم. در صورت امکان راهنمایی فرمایید، ممنون میشم. خب بیننده عزیز، کاش یکم توضیح میدادین که همکاران فیزیوتراپی و کاردرمان برای شما چه کار کردن و اینکه دست سمت چپ شما درگیر شده آیا واقعا پارالایز شده یا بی‌حسی دارین یا قدرتش کم شده یا حالت مرمور دارین. توضیحاتتون کامل نیست در این مورد. اگه دوست داشتین با اطلاعات دقیق که آیا سمت چپ دست پاتون چه مشکلات دقیقا برایش پیش اومده، ولی بدترین حالتشی که بنده در نظر بگیرم با عنوان مرفرض یکی که ضرب مغزی شده و یه سمتش کاملا فلج میشه، باز هم اون بیماران به فیزیوتراپی نیاز دارن. منتها میگم فیزیوتراپی برای همچین آسیب های نورولوژی فقط و فقط تمرین درمانی و مستقل کردن شما در انجام کارهای روزانه است. ببینید پس برای آسیب های نورولوژی که به دست و پای شما وارد شده، شما بایستی یه سری تمرین های رو انجام بدین که هم تقویت بکنه بافت های دست پای آسیب دیده شما را، که معمولا برمیگرده با نوع آسیب در مغز شما که مال شما بعد جراحی بوده، آیا خوب بشه یا نه رو نمیتونم به قطعیت بگم، ولی بازم شما یه سری تمرین ها رو لازم دارین که مستقل بمونید برای انجام کارهای روزانه‌تون و در حد امکان بتونید فعالیت هاتون رو مثل آرافتن و غیره رو به خوبی انجام بدین و همچنین یه سری تمرین هایی رو بایستی باز انجام بدین که بتونید راه برید، بتونید یه سری فعالیت های روزانه رو انجام بدین که دچار ناراحتی های داخلی مثل فشار خون و قند و غیره نشین. پس شما حتما در هر صورتی که مشکل شما هست به یک برنامه تمرینی مناسب نیاز دارین و اگه همکاران فیزیوتراپیست و کاردرمانی که پیشون رفتین انجام ندادن، حتما عوض کنید، بریم پیش یک فیزیوتراپیستی که تمرین مناسب، برنامه تمرینی مناسب برای شما بده. و اگرم دوست نداشتین برین به برنامه های مختلف سایت های بنده مراجعه بکنید برای شونه، کمر و زانوهاتون که تمرین مخصوص اونها را داریم. شما ده ها تمرین از هر کدوم از این پکیج ها میتونید انجام بدین که اونها باعث میشه هم از مشکلات جانبی پیشگیری بکنید و هم کمکی کرده باشه به سلامتیتون. خب دوست دیگه گفتن سلام وقت بخیر، سوال من در رابطه با فتق کشاله ران هست، آیا ورزش های وجود داره بدون جراحی درمان بشه؟ خیلی ممنونم. خب خیلی ممنون از سوال شما بیننده عزیز. ببینید فتق معمولا یک آسیبیه که به خاطر پارگی در ناحیه پایین شکم با وجود میاد، بعضی وقت در کشاله ران هست. دوست عزیز، این آسیب ها بدون معاینه نمیتونن جواب بدم. در
همین اخیراً بنده بیماری دارم که ایشون با فتق نایه شکم اومدن و بنده کاری که کردم ایشون دونده بود، دو ایشون رو قطع کردیم، در کنارش پیاده روی تند یا سربالایی رو براشون جایگزین کردیم، از اون ور دو چرخ سواری رو براشون جایگزین کردیم، در کنارش یک سری تمرین هایی که به اندازه کافی قدرت بدن رو میبره بالا ولی آسیبی هم به اون فتق نمیرسونه براشون جایگزین کردیم. پس ببینید خود فتق رو با تمرین شما نمیتونه خوب بکنه، در واقع بعضی از تمرین ها مضر هستن برای فتق، ولی مهم اینجاست که شما چه نوع تمرین هایی را جایگزین بکنید که بتونید علاوه بر اینکه آسیبی به فتق شما وارد نمیکنه ولی هنوز بتونیم تمرین انجام بدیم. ببینید اینجا بیماران میان پیش فیزیوتراپیست که دقیقا جایگزین بکنن تمرین رو با یه سری تمرین های دیگه. ببینید پس جایگاه تمرین در کشور اروپایی و آمریکایی خیلی باز. بینندگان عزیز، همین بیمار بنده اومدن ما ده ها تمرین و ورزشش رو با یه سری تمرین ها و ورزش های دیگه جایگزین کردیم که ایشون بتونه به سلامتیش برسه با انجام این تمرین ها. یه اینو گفتم یاد یه بیماری افتادم که در 15 سال پیش اومده بود، یه آقای حدود 65 سال سنش، بعد ایشون گفت وقتی اومدم مشکل چیه اینا موقع ارزیابی، گفتم من هیچ مشکل ندارم، گفتم برای چی اومدی، گفت میخوام یه سری تمرین ها به من نشون بده که من سرحال باشم یه وقت کسی آسیب به من نرسونه. یکم منفی گرا بود، یه حالت انگار که کسی یه وقت مثلا بهش حمله چیزی نکنه بتونه از خودش دفاع بکنه. گفتم خب حالا دفاع رو که ما تکنیکای دفاعی نشون نمیدیم، ولی بازم برای همین شخص هم یه سری پکیجایی دادم که اون فلکسیبیلیتی و قدرت کافی رو در بدنش داشته باشه. ببینید پس برای هر شرایطی و شخصی ما میتونیم یه سری تمرین ها بدیم، حالا چه فتق باشه چه یکی بخواد سرحال و قبراق باشه. یه دوست دیگه گفتن سلام دکتر، به طور کلی دیسک کمر خوب شدنی هست یا نه؟ من دیسک 4 و 5 زده بیرون، دکتر رفتم آخرش متوجه نشدم چی شد، داروی داده بهم، چه ورزشی برای این شرایط باید انجام بده؟ خب بله، دیسک کمر در اکثر موارد با فیزیوتراپی، البته با تمرین و تکنیک های دستی، قابل درمان هست. هیچ مدالتی دیسک کمر شما رو خوب نمی کنه، ولی تکنیک های دستی و تمرین های مخصوص و مخصوصا تکنیک های مثل مکنزی که برنامه‌اش رو اخیرا داشتیم برای شما میتونه خیلی حائز اهمیت باشه. حتما این برنامه تمرین های کمردرد و متد مکنزی رو ببینید، انجام بدید، 100% نتیجه خوبی خواهید گرفت. در یه سری از موارد شاید میتونیم بگیم 5% 10% دیسک نیاز به جراحی داره، در اون شرایط هم بایستی شما اول این متدهای سالم تمرین درمانی و متد مکنزی و غیره رو انجام بدین، نحوه زندگیتون رو تغییر بدین، نحوه نشستن، فعالیت‌های روزانه، کار و ورزش هاتون رو تغییر بدین. اگر خوب نشد بعد اون 5% 10% میتونید همیشه جراحی کنید. بیننده دیگه گفتم با سلام و تشکر از برنامه خوبتون آقای دکتر، من در حال فیزیوتراپی بعد از جراحی انکل هستم، مچ پا و پلانتار فاشیا هم دارم، آیا این هم باعث کوتاهی ربات آشیل میشه و برای راه رفتن مشکل ایجاد میکنه؟ لطفا ورزش هایش را برای من نشان دهید، با تشکر بی‌نهایت از برنامه آموزندتون. بله، پلانتر فاشیاتیس میتونه باعث کوتاهی پاشنه آشیل بشه، آکیلیس تاندون بشه و همچنین خود جراحی انکل شما هم میتونه باعث کوتاهی و اون بافتای دور مچ پاتون بشه. پس به همین خاطر شما را ارجاع میدم به برنامه های مچ پا که همشون سیف هستن و بتونه بدون هیچ مشکلی و دردسری میتونید اونها را از صفر تمرین ها را شروع بکنید، حتی با یک حرکت خیلی کوچک مثلا در حد 2 درجه شما مچتون را خم و راست میکنید. ما برنامه ها را بر این مبنا شروع میکنیم که با آسیب های شدید و جراحی و غیره شما اومدین، تمرین ها را از اونجا شروع میکنیم
تا به تمرین های فانکشنال و ثبات و غیره میرسید. بیننده عزیزی گفتن سلام آقای دکتر، تشکر از این تمرین های عالیتون. من 6 سال کمردرد دارم. تشخیص دکتر آخرین مورد دیسکم آسیب دیده. میخواستم بدونم تمرین سکوات و پلانک ضرر داره؟ متشکرم. سوال خیلی خوبی پرسیدین. بله، جواب مختصرش اینه که سکوات و پلانک، سکوات که برنامه‌شو داشتیم، در واقع از روی صندلی پا میشینی یا در اون پوزیشن میشینین و پا میشین، و پلانک هم که رو آرنجا و پنجه پا وای میسین. دوستی عزیز، شما قبل از این که اینا رو انجام بدین، سایر تکنیک های مکنزی و مولیگان و تمرین های مخصوص کمردرد رو انجام بدین 2-3 هفته، بعد کم کم برسید به اسکوات و پلانک. کسی که دیسک کمر داره، صلاح نیست که بدون اون که اون تکنیک ها و متد و تمرین های اولیه رو انجام بده بره اسکوات یا پلانک، یا دو یا بر فرض هر تمرین سخت دیگه انجام بده. شما بایستی قدم به قدم برین جلو. تمرین های ساده و مخصوصا برای دیسک، تمرین هایی را که درد شما را اضافه نمی کنن انجام میدین، کم کمی بافتا تقویت میشن، دامن حرکتیتون بهتر میشه، فلکسیبیلیتیتون بهتر میشه. از اون ور تکنیک های خاص دیسک کمر مثل مکنزی رو انجام میدین و کم کم میرین سراغ اسکوات و پلانک و سایر تمرین های سخته. بیننده دیگه گفتن با سلام و خسته نباشید، خواهش میکنم به داد من برسید. حدود 40 ساله که قسمت بالای پاشنه پام به شدت دردناکه و باد کرده و بارها به دکتر مراجعه کردم و عکس گرفتن. تنها چیزی که به من میگن کفشاتو عوض کن، در صورتی که دیگه از کفش عوض کردنم خسته شدم. میدونم مربوط به کفش نیست، الان هم راه رفتن برایم دردناک شده. خواهش میکنم شما بگید چیکار کنم. ممنونم. یه سوال خیلی خوبی پرسیدین بیننده عزیز، ولی کاش یکم اطلاعات بیشتری میدادین. اینکه بالای پاشنتون درد میکنه، آیا از طرف جلوی پا هست یا پشت پا هست؟ حتما اینو لطف کنید اطلاعات بیشتری برای بنده بفرستید. و اینکه آزمایشات خون و عکس برداری و غیره هم آیا داشتید؟ ببینید، در خیلی از موارد نتایج آزمایش خون و عکس و غیره هم به ما کمک زیادی میکنه، و این اطلاعات رو برای بنده بفرستید. اگه دردتون کمه، از حدود 0 تا 10 زیر 4 و 5 هست، توصیه میکنم تمرین های مچ پا و تاندون آکیلیس ما داشتیم همین 2-3 ماه گذشته، حتما اینا رو برای 1-2 هفته انجام بدید، ببینید چقدر تأثیر پیدا میکنه، آیا خوب میشه یا بدتر میشه. اگه دردتون بیشتر شد بعد 1-2 هفته، اون تمرین ها رو انجام ندین. خیلی متشکرم از شما عزیزانی که این سوالا رو میفرستید. امیدوارم که هر جا هستین شاد و تندرست باشین. بینندگان، اثرات تمرین و فواید اونو هر چقدر بگم کمه. شما رو تا برنامه بعد و هفته بعد به خدا میسپارم. روز شب خوش. خدا نگهدار.